امروز مهمونه مهمی داشتی؟ چرا؟ همینجوری، غذاها خیلی خوب بودن. آره دوستمه، با هم کار میکنیم، غذای خوبی میپسه. آدمای مهمی بودن؟ آره، از دوستای قدیمیم بود. چرا؟ خیر باشه، چرا میپرسی؟ همینجوری میپرسم. شاهنواز، این مال کیه؟ این من نمیدونم، دخترون است دیگه. کدوم دختر؟ از کجا باید بدونم؟ مال یه دختر دیگه. این جواب سوال من نیست. لبنه، این خونه منه و دوستان میان اینجا. بین اونا دوستایی هم هستن که دختر دارن، ممکنه مال یکیشون باشه. تا جایی که من میدونم همه دوستات مجردن، چجوری میتونن دختر داشته باشن؟ تو همشون رو نمیشناسی، بعضیاشون متأهلن، نباید اینا رو هی بهت توضیح بدم. اما شاهنواز، ببین لبنه، خوب میدونی که چقدر از این سوالا بدم میاد، واسه همین دوست ندارم بیام خونه، و حالا که اومدم لطفاً منو راحت بذار و دوباره شروع نکن. ببین، من آروم اینجا نشستم و اگه نمیتونی تحملم کنی به هم بگو برسونمت خونه بابات. نه شاهنواز، من میخوام کنار تو بمونم عزیزم، همینجا. دوا، مهرو، دوا، این دوتا دختر کجا غیب شدن؟ زود بیاین، صابونه سرد شد. زود باش صابونتو بخور که سرد شد. چی شده؟ چرا قیافت اینجوریه؟ نه هیچی نیست. مهرو نیومد؟ داره میاد. راستی دو، به مهرو قضیه رو گفتی؟ در مورد چی؟ استغفرالله، در مورد خواستگارش دیگه. بله. پس چی گفت؟ بهش گفتی که خانواده خیلی خوبی هستن و خیلی پولدار و متشخصن؟ آره. چی آره آره را انداختی؟ درست بگو چی گفت، چرا واضح نمیگی؟ خودش اومد، خودتون ازش بپرسین. مهرو بیا صابونتو بخور، داره سرد میشه. نه ممنون، من صابونه نمیخورم، باید برم سر کار. این کار تو دیگه ول کن. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه چی گفتم؟ دارم راست میگم دیگه. با یه خانواده خوب و پولدار وصلت کردی ها؟ مردم به اونا چی میگن آخه؟ که عروسشون داره کار میکنه. مامان، من نمیتونم این کارو ول کنم. اما چرا؟ مامان چی داری میگی؟ من دیرم شده، باید زود حاضر شم. برگشتم خونه حرف میزنیم. حتما یهویی حرف ازدواجشو شنیده ترسیده. دیگه چیزی نیست، شما نگران نباشین. همیشه ازش دفاع میکنی. از دست تو. میرم باباتو صدا بزنم بیاد صابونه بخوره.